بیایید با پایتون یه برنامه ساده چند خطی بنویسیم که بتونیم ویدیوهای یوتیوب رو ازش دانلود کنیم. بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، امروز بیبر هستم. خوش اومدیم به کانال من. خب توی این ویدیو قراره تو چند خط خیلی ساده با یه برنامه پایتون با کتابخونه پایتیوب یه برنامه پایتون بنویسیم که بتونیم ویدیوهای یوتیوب رو دانلود بکنیم. ما نیاز داریم به کتابخونه پایتیوب که اینجا داریمش، الان میخوایم ازش استفاده بکنیم. کتابخونه پایتیوب هم به ما این اجازه رو میده، یه سری توابه داره که ما بتونیم از یوتیوب چیزای مختلف، هم ویدیو هم صدای خالی رو بتونیم دانلود کنیم. جلوتر میبینیم. خب اینجا هم خودش گفته که با پیپ میتونیم دانلودش بکنیم، هم از گیت هاب میتونیم دانلودش کنیم. روش های مختلفی گفته، ما از همین روش پیپ دانلودش میکنیم که میزنیم همین پیپ اینستال پایتیوب. خب بعد وای میسیم که دانلود بشه و خودش همه کار رو انجام میده. اگه نمیدونم پیپ و پایتون چجوری نصب بکنیم، لینکش رو براتون توی دیسکریپشن میذارم که همه اینا رو راحت بدونی. اگر هم از ویندوز استفاده میکنیم مثلا لینوکسی نیستین، توی CMD خیلی راحت همین دستور رو وارد کنید، هیچ مشکلی نداره. خب همونطور که میبینیم من این کتابخونه رو قبلا دانلود کرده بودم، نصب کرده بودم. میگه که همه چی اوکی و هست. خب یه فولدر درست میکنم به عنوان یوتیوب دانلودر. خب میرم توش، بعد یه دونه فایل پایتون درست میکنیم، بازش کنیم با ویژوال استودیو. خب شما با هر نرم‌افزاری که خواستیم میتونیم بنویسیم. با همون نوت پد هم امکان نوشتنش هست، حالا اگه ویژوال استودیو نمیخواین استفاده بکنید یا هر چیزی، یا توی خود پروژه پایتون چیزی زدم پایتون 4. در زمان سفر کردیم یه لحظه. تو خود همینجا میتونیم بنویسیم، هیچ مشکلی نداره. حالا ما یه برنامه دیگه هم هست، آی پایتون. این به نظرم خیلی بهتره واسه تو حالت شل نوشتن. به نظرم این خیلی قابلیت های بیشتری داره. حالا ما همینجا الان تستی اول برنامه رو می‌نویسیم، بعد که کامل شد انتقالش میدیم اینجا و یه فایل کامل رو تولید میکنیم. خب برای شروع من باید این کتاب خونه رو ایمپورت بکنم. خب با ایمپورت پایتیوب کل کتاب خونه اومد برام. حالا باید لینک ویدیو یوتیوب رو داشته باشیم که من مثلا این یه موزیک ویدیوی از توپاک کالیفرنیا لاو، شاید خیلیاتون بشناسین. خب میگم URL ما ایشونن. خب این از این URL مون رو یه متغیر تعریف کردیم. بعد حالا میام به خود برنامه میگم که آقا از پایتیوب و اینجا تا به یوتیوب من این URL دارم. خب من اینجا بهش URL رو معرفی کردم، این از این درست شد. خب بیایم حالا ببینیم این آبجکتی که درست کردیم به نام وایتی چه قابلیت هایی برای ما داره. با دات و یه دونه تب میتونیم ببینیم اگه همکاری داشته باشه با ما و بیاره که آورد. خب اینجا چیزهای مختلف واسه ما داره. مثلا اینجا ببینید دیسکریپشن ویدیو رو برای ما میاره، البته به صورت STR میاره. من میام چیکار میکنم، این رو میدم به تابه پرینت، مثل آدمشه برای ما میاره. خب این از دیسکریپشنش، فکر کنم کل متن آهنگم هست. الان دیسکریپشن شما باز کنیم میبینیم که بله کاملا درسته. این هم از این. خب بعد ببینیم وایتی دیگه چیا داره. کیوردز،
کیوردای اون همون هشتگ خودمون تو اینستاگرام برای ویدیوش استفاده کرده چی هست. اگه کانال یوتیوب داریم برای سئو یوتیوبتون این قابلیت خیلی خوبه، میبینید همه رو آورد، میتونیم ازش خیلی راحت استفاده بکنیم. اینا به درد سگ نمیخوره. به نظرم بسه، بریم سراغ اصل کاریمون که چجوری دانلود بکنیم. ما از یه قابلیتی که اینجا به کار میاد استفاده میکنیم ایشونه، استریمز. ما از این قابلیت استفاده میکنیم برای اینکه اون کیفیت های مختلف ویدیو رو به دست بیاریم، دونه دونه دانلودشون بکنیم. حالا ما مثلا الان میخوایم این ویدیو رو بالاترین رزولوشنی که قابل هست مقدوره رو دانلود بکنیم. خب دوباره بعد اینجا میایم دنبال این گزینه میگردیم، Get Highest Resolution. خب اینو وقتی میزنیم برای ما میاره، ولی ما باید اول چون سیو نشد همینجوری رو هوا زدیم، باید بریزیمش توی متغیر، مثلا به اسم ویدیو. الان رفتیم متغیر ویدیو، ویدیو رو میزنیم برای ما میاره، میگه ببین این یه ویدیو MP4 720 انقدر فریمشه اینا اینا، بمونه باشه دست شما درد نکنه. خب من میام میگم آقا اینو برای من دانلودش کن دست درد نکنه. اینجا میتونم بهش مسیر بدم، میگم آقا کجا بریز، مثلا تو همین مسیری که هستم مثلا نمیخواد، ولی حالا شما هر جای خواستین بریزین میرین، مثلا یه فایل تو همون فولدر پیدا میکنین، پراپرتیزش رو میزنید براتون حالا عکس بیاره خیلی راحت. حالا من میخوام تو همین فولدر هومی که هستم این بالا میبینین جنبشه همینجا برام بیاره، هیچ مشکلی هم باش ندارم. ویدیو داد دانلود رو میزنم که دانلود بشه. تا این دانلودش کامل میشه یه سر بریم اتاق فرمان بیاییم. بپرم امید. افتخارش رو من میدین خانم وشوکار؟ البته چرا که نه، بفرمایید. ممنون. خوب بود؟ بله که خوب بود، نمره قبولی رو میگیری؟ متشکرم. ممنونیم از مخابرات عزیز بابت این اینترنت خوب. خب میبینید گفته تو این مسیر من با این اسم این رو دانلود کردم، بریم ببینیم واقعا هست تو هم فولدر هوم با این اسم، و بله برامون دانلودش کرده. این هم از این. پس خیلی راحت ما تونستیم یه برنامه ساده بنویسیم که برامون ویدیو دانلود کنه. بریم اول همینو پیاده سازی کنیم تو وی اس کد، یه برنامه کامل درست کنیم، بعدش بیایم راجب آودیوش صحبت کنیم. خب تو قدم اول گفتیم چی؟ پای تیوب رو ما ایمپورت میکنیم، بعدش میایم یو آر ال رو اصلا متغیر میذاری تعریف نکنیم، ما میگیم وای تیمون از همین اول اصلا پای تیوب دات یوتیوب. البته ما توی این فقط با خود یوتیوبش کار داریم، با چیزی دیگه از کتابخونه یوتیوب کار نداریم. بذارید اینجوری فراخونی بکنیمش، میگیم from PyTube import کن یوتیوب رو به همین سادگی. خب میریم تو خط بعدی میگیم yt مساوی یوتیوب. خب اینجا باید URL داشته باشیم، میگیم اینجا input چی؟ enter ویدیو لینک، درست نمیشه دیوز لینک باید نمیشه هرچی آقا، اینتر لینک هستن چه کاریه، اینتر لینک. خب اینجا لینک رو وارد میکنه، بعدش میام میریم تو همون مرحله بعدی که ویدیو میشه چی، وای تی داد گت های رزولوشن بود، انقدر با تب زدن دیگه یادم نمیاد. خب اینجا بود stream.highestresolution. خب همین تو برنامه نویسی اینم بگم هیچ اشکالی کپی پیست کردن نداره، ولی در صورتی که بدونید اون چیه، ولی وقتی میفهمینش هیچ مشکلی کپی پیست کردن نداره. پس لطفا گارد نگیرید دوستان حرفه‌ای، به ما نوبه سگا رحم کنید. خب اینم از این. الان ما گت هایست رزولوشن رو در آوردیم، میتونیم یه دونه پس داشته باشیم اینجا
که این پوت میکنه انتر یور پاس پاس بعد میگیم که مثلا انتر کن تو اینجا دادم انتر 0 for current current تو اینجا می نویسم نمیدونم for this directory same باید بنویسیم for same directory. خب این از این ببریمش تو پرانتز ایشونم بیاریم اینجا. خیلی خوب الان اگر پس ما مساوی صفر بود چیکار کنم آقا جون؟ ویدیو دات دانلود. خب تو همینجا اوکی چی else شما میگی ویدیو دات دانلود با پس عزیز عزیز. خیلی راحت و آسوده اجرا کنیم ببینیم چی میگه. کار میکنی؟ چقدر عجیب رفتار میکنی؟ آقا بیا کلش ایمپورت کن. ایمپورت پای تیو چه کاری رو نیفهم. اینجا هم باید بگیم پای تیو دات. اینو که دیگه میفهمی خیر سرت. پای تیو یوتیوب نداره. راست میگه اینو ما اشتباه نوشتیم. راست پس اونم اولی هم درست بوده. بیر برگردیم همونجور بینیسی واسه چه کاری from PyTube import کن YouTube. خدا شاهده الان دیگه اذیت کنی ها. بیه درست شد. خب بریم همون لینکه رو حالا یه لینک دیگه میزنیم. این خوبه یا این 50 سنت خوبه. خب این از این بگردیم اینجا پیست این لینکمون. مرد دریافت کرد مثل بچه آدم. میگه که الان همینجا بریزم یا جای دیگه. آقا من بهش میگم بریز تو دسکتاپ. دوباره بریم یه وله ببینیم بیاییم این مثل که حالا میخواد بمونه. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در دل روز و شب منتظر یار باش منتظر یار باش. خب نمیدونم چرا این اینترنت من روز ضعیفه. قطعش کردم و نصفه شد ولی خب کامل نارچه ببین جان. نصفه شد ولی خب کامل نارچه ببین instruments. ببین الان هم همین میام تو دستا. ببینید اینجا دانلود شده و درسته تا نصفه هم دانلود شده بود کامل نبود. اولاشو داشت ولی خب این از این. خب ما تونستیم یه برنامه بنویسیم که ویدیو رو دانلود کنه. حالا ما مثلا همین موزیک ویدیو رو میبینیم دلمون نمیخواد موزیک ویدیو باشه. میخوایم آقا بریم فقط MP3 شو دانلود کنیم فقط صدا باشه. اون چه جوریه بریم ببینیم. خب
خب اینجا تو برنامه مون آقا ما میام قبل اینکه اصلا اینو بگیریم یا اون یکی رو بگیم آقا شما آدیو رو میخوای یا چیز دیگه ای. ما مثلا یه دونه متغیر معمولی همون ایکس هر چیزی تعریف میکنیم الان بود رو ذهن ندارم اینپوت باشه ایشون که میگیم چی ویدیو اور اودیو مثلا بعدش هم میگیم وی فور اودیو بعد یه دشت نه دیگه چه دشت وی فور اودیو چه سوتی دادم فور ویدیو خب اینم از این بعد میگیم هم ای فور اودیو خب اینو به ما بگو کدومشو میخوای بعد میگیم چی کار کردی what the fuck خب بعد میایم میگیم که if x برابر v بود خب همینو برو جلو کارت درسته دقیقا اینو برو بعدش هم بیا الیف بزنیم که اگه چرت و پرتم زد بگیم آدم باش این از این میاریم اون خطه رو میاریم که میگفت ویدیو مساویه yt.streams.getAudioOnly ایشون هم از ایشون هستن بعد حالا مسیر رو میپرسه خیلی خب آقا اومدیم گفتیم که دوباره این دوتا شرطی که اینجا هم داریم باید این پایین برقرار کنیم که اون MP3ه اون پسوندش عوض بشه خب میایم بهش میگیم که آقا همه ویدیو دانلود معمولی برو جلو اگر Xمون برابر V بود غیر از این بود خب شما بیا بزن ویدیو دات دانلود پسش هم بذار که هیچی فایل نیم رو بذار سیر ویدیو دات تایتل تایتل ویدیو به علاوه پسوند MP3 تمام این هم از این پس بعدی هم همینو میریم این if xمون v بود اونو برو قبلی رو برو اگر در غیر این صورت بود بیا video.download این یکی پت رو اول میدیم بهش تو مرحله بعدی میگیم آقا فایل نیممون ایشونن بذار کل اینو کپی کنم اینجا هم پیست میکنیم و تمام اینم از این کامل تو 10 خط هم تمام شد کل برنامه یه دور رانش کنیم ببینیم چجوریه برنامه رو ران میکنیم اینترلینک لینک رو میدیم بهش من میگم آدیوشو میخوام برای ما آدیوشو بیار چشم به دیده به منت ممنون. به چشم به شما عزیزان خب الان میگه مسیر رو بگو من همینجور مسیر همین هوم رو میگم بیار تو اونجا برام دانلود کن وای میسیم تا دانلود بشه تمام امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه حتما یادتون نره چنلمو سابسکرایب کنید و برید تو کانال ویدیو رو ببینید لایک کنید نظراتتون هم حتما برام کامنت کنید تا ویدیو بعد سایونارا